رد ایجاد حکومت موقت از سوی رئیس اجرایی، ترتیبات موقت و حکومت موقت و اینا را اصلا از ذهن مردم ما باید دور باشه. متهم شدن مسئولان وزارت داخله به بی‌کفایتی در پیوند به فرار زندانیان در غزنی. متاسفانه امشب به اساس بی‌کفایتی مسئولین وزارت داخله که 355 نفر از محبوسین فرار کرده و از 4 نفر پلیس شهید و تعداد هم زخمی است. و جان باختن 10 تن در یک انفجار در پنجاب پاکستان. با عرض سلام، امروز دوشنبه 23 سال 1394 خورشیدی برابر است با 14 سپتامبر سال 2015 میلادی. با تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان از شبکه جهانی آریانا نیوز و آریانا با من نسرین جوینی خوش آمدید. مشروع خبرها. رئیس اجرایی کشور آوازه های ایجاد حکومت موقت را در افغانستان رد کرده، میگوید این گونه فکرها باید از ذهن شهروندان کشور دور ساخته شود. آقای عبدالله میپذیرد که نامنیای اخیر در کشور سبب بی‌باوری بیشتر مردم نسبت به آینده شده است. احمد فرشاد صالح از نشست امروزی شورای وزیران گزارش آماده کرده است. حکومت وحدت ملی نزدیک به یک سالگی است، در حالی که ناامنی، بیکاری و ده ها مشکل دیگر دامنگیر شهروندان کشور شده است و به گونی روزافزون به شمار فراریان به خارج، به ویژه جوانان افزوده می شود. به باور این رهبر حکومت وحدت ملی، ترک خانه و وطن رای حل نیست. حوادث امنیتی هم که تحمیل شده بالای مردم افغانستان، این سبب ناباوری یک قشر وسیع از مردم افغانستان نسبت به آینده شده. روحیه دادن مردم نه تنها با وعده های در حرف، بلکه در عمل مردم وارد صحنه ساختن و در جلب اعتماد مردم نسبت به آینده وظیفه خود ادا کنیم. آقای عبدالله هرچند کوتاهی ها را در حکومت که خود یکی از اعضای برجسته آن است میپذیرد، اما آن را به معنی پایان کار و یا هم پایان حکومتداری در کشور نمیداند. ترتیبات موقت و حکومت موقت و اینا را اصلا از ذهن مردم ما باید دور باشه. از طرف دیگر کدام برنامه‌های دیگه که فکر میکنند که در بیرون از افغانستان باز مطرح میشه یا در داخل مطرح میشه و بالاخره به یک ترتیبات دیگه میانجامه، او در جریان نیست. در پایان نشست شورای وزیران، آقای عبدالله مصرف 20% بودجه انکشافی توسط اداره های دولتی را غیر قابل قبول می داند و از مسئولان خواستار به مصرف رسانیدن تمام بودجه انکشافی برای کاهش مشکلات مردم تاکید می کند. وزارت امور داخله هیئت را برای بررسی حمله بر زندان مرکزی غزنی به این ولایت فرستاد. نیمه های شب گذشته گروه از جنگجویان طالب به این زندان حمله کردند. پس از این حمله 352 زندانی موفق به فرار شدند. مقام های محلی ارگان های کشفی را مقصر می دانند و در عین حال وزارت داخله با نشر خبرنامه گفته است که 3 زندانی فراری دوباره بازداشت شدند. گروهی از جنگجویان طالب نیمه شبهای گذشته زندان مرکزی غزنی را هدف حمله قرار دادند. حراس افغانان نخست موتر پر از مواد انفجاری را در برابر در ورودی این زندان انفجار داده و زمینه را برای ورود مهاجمان مساعد کردند. معاون ولایت غزنی میگوید درگیری میان نیروهای امنیتی و طالبان مسلح 2 ساعت ادامه داشت و در نتیجه آن 4 تن از سربازان امنیتی و 1 زندانی کشته و 7 سرباز دیگر زخمی شدند. متاسفانه تعداد زیاد از محبوسین که از بخش‌های مختلف هستند، بخش‌های قتل و سرقت و جرایم مختلف، ما راپور مقدماتی که داریم 152 نفر است، ولی نظر به ارقامی که البته متفاوت است، مجموع محبوسین که فعلا باقی مانده 80 نفر است، 80-81 نفر است، تا رقمش تا 350 هم البته تا 352 نفر گفته می شود. آقای احمدی میگوید 6 تن از طالبان مسلح قبلا با لباس نظامی وارد این زندان شده و حمله توریستی را طرح کرده بودند. از سوی هم شورای ولایتی غزنی میگوید پلیس در این حمله دست داشته است.
مسئولان این شورا میگویند در میان فراریان تروریستان بسیار خطرناک وجود دارند. چطور با این امکانات ضعیف طالب تانستن که راه پیدا کنن تا برسن اینا به دروازه محبس ولایت غزنی؟ اینا عسکرایی که اینجا توظیف بودن چطور؟ فعلا شکایتی که پرسنل خود محبس داره، اسلحه هایی که در اختیار از اینا قرار گرفتن اسلحه های کاملا تخریب شده و از بین رفتگی بوده، قابل استفاده نبوده، به می خاطر اینا مقاومت نتونستن. ده کسان دی غزنی ولایت، اکثرای دی غزنی دی ولایت و زیاد خطرناک دی او مرکزی دولت ته مخواهش داده سید امنیتی زواکونه تقویه کی، چون ده کسان سی دیرس گروپ کی دا ستلی طالبان او اکثریت تقریبا یو سلواتی او نیونه پر سیاسی او د برته طالبان پسپوکو کی دریږي او دیغو خواستیم تا نظر فرمانده پلیس غزنی را نیز داشته باشیم، اما موفق نشدیم. زندان مرکزی غزنی در 5 کیلومتری جنوب شرق شهر غزنی موقع دارد. با گفته مقام ها پیش از این نیز حراس افغانان پلان حمله برای این زندان را داشتند، اما موفق نشده بودند. شماره از اعضای مجلس نمایندگان در رابطه با گسترش ناامنی ها و فرار زندانیان از محبس ولایت غزنی مسئولان وزارت امور داخله را به بی‌کفایتی متهم می کنند. رئیس مجلس نمایندگان به کمیسیون امنیت داخلی وظیفه سپارد تا وزیر امور داخله را استجواب کند و اگر سخنان آقای علومی قناعت کمیسیون را فراهم نکرد در مورد استیضاح وی فیصله خواهند کرد. در این مورد عبدالعزیز کریمی جزئیات می دهد. فرار زندانیان از محبس ولایت غزنی یک عمل دراماتیک و پرسش برانگیز. شمار از اعضای مجلس نمایندگان حمله به زندان و فرار زندانیان را به بی‌توجهی و بی‌کفایتی مسئولان در وزارت داخله نسبت می‌دهند. متاسفانه امشب به اساس بی‌کفایتی مسئولین وزارت داخله محبس غزنی در اثر حمله تهاجمی دشمن که 355 نفر از محبوسین فرار کرده و از 4 نفر پلیس شهید و تعداد هم زخمی است. 353 نفر انتحاری و به لشکر طالب و انتحاری افزوده شد و امروز شاید گوشه گوشه افغانستان عظمی دستاورد طالبا در واقع آسیب پذیر شود. رئیس مجلس نمایندگان نیز وضعیت امنیتی و فرار زندانیان را سوال برانگیز خوانده به کمیسیون امنیت داخلی مجلس وظیفه داد تا وزیر داخله را استجواب کند. موضوع فرار محبوسین در ولایت غزنی سوال برانگیز است. سقوط ولسوالی ها یکی پی دیگر سوال برانگیز است. اختطاف ها سوال برانگیز است. پس به این ترتیب کمیسیون اختصاصی، کمیسیون امنیت داخلی مکلفیت دارد در برابر ملت وزیر محترم داخله را دعوت بده، در صورتی که سوالاتشون قناعت بخش نیست برای استیضاح در مجلس عمومی دعوت بتین. تا حال مجلس نمایندگان بارها مسئولان امنیتی را استجواب کرده است، اما تاثیر آن برای تغییر وضعیت امنیتی محسوس نبوده است. در حالی که قانون ثبت احوال نفوذ از سوی شخص رئیس جمهور توشیح و در جریده رسمی نیز به نشر رسیده است، چرا رئیس جمهور دستور آغاز توزیع شناسنامه های برقی را نداد و این روند بزرگ ملی دچار بحران شد؟ رفیع صدیقی گزارش می دهد. تأخیر در عملی شدن روند توزیع شناسنامه های برقی کمک های جهانی برای تمویل این پروژه ملی را قطع کرد و بحران بزرگی در برابر این روند قرار گرفت. شماری از اعضای مجلس نمایندگان علت تأخیر و قطع کمک های اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا را برای این پروژه ملی به بی‌تفاوتی حکومت نسبت می دهند و تأکید می ورزند قانونی را که شخص رئیس جمهور توشیح کرد این قانون را عملی نساخت. مقصر اصلی جناب رئیس جمهور افغانستان است. ایشان در رأس دولت افغانستان قرار دارد و وظیفه تنفیذ قانون به عهده دارد. قانونی که رئیس جمهور جلالت مآب دکتر اشرف غنی او را توشیح کرد و بعد هم در جریده رسمی وزارت عدلیه چاپ شد و توسط رئیس جمهور بعد این مرحله اجرا گذاشته می شد. در همین حال شماری دیگری از اعضای مجلس نمایندگان هرچند از عملی نشدن توزیع شناسنامه های برقی انتقاد می کنند، اما می گویند که نبود واژه افغان در این شناسنامه ها سبب این چالش ها شده و حکومت می تواند در قانون ثبت احوال نفوذ تعدیلاتی را به میان آورد. لامل خپل حکومت او ورسره متاسفانه مونږ پارلمان هم یو، ځکه دا ډیره وړه خبره ده. په دې کې باید یا حکومت کله چې موږ په تعطیلاتو کې وو د یو تقنینی فرمان ورکړی وای او څرنګه چې د تذکیرو
هغه د ثبت اول نفوذ د کوم ریاست چې د هغې د پیشنهاد ورته کړی و تخنینی فرمان یې ورکړی و یو د افغان کلمه و چې هغې باندې مونږ افتخار کوو او باید وی پکې هغه یې پکې ځای په ځای کړی و اوس به تذکرې روانې وي او شروع شوې به وي او کمکونه به نه بندېدل. پیش از این اتحادیه اروپا هشدار داده بود که اگر توزیع شناسنامه های برقی به زودی در افغانستان آغاز نشود کمک های مالی بر این پروژه قطع خواهد شد. و به تازگی ریاست توزیع شناسنامه های برقی به آریانا نیوز گفته است که دو منبع بزرگ تمویل کننده پروژه بزرگ ملی توزیع شناسنامه های برقی در افغانستان اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا بودند که کمک هایشان را به گونه کامل قطع کردند و این روند با یک بنبست بزرگ مواجه شده است. خواستیم تا در این مورد دیدگاه ارگ ریاست جمهوری را نیز داشته باشیم اما با تماس های مکرر موفق به این کار نشدیم. ادامه خبرها در آریانا پس از وقفه کوتاه و ادامه خبرها در آریانا نیوز. پژوهش تازه دیدبان حمایت از رسانه‌های آزاد نشان می‌دهد که تحمیل سانسور بر کار خبرنگاران از سوی حکومت وحدت ملی افزایش چشمگیری یافته و حکومت نگاه استخباراتی بر رسانه‌ها دارد. بر اساس این پژوهش بیشترین سانسور از سوی دولت و در کابل صورت گرفته است. این دیدبان همچنان فرار 23 تصویر بردار از کابل را در 24 ساعت گذشته به قصد اروپا تکان دهنده می‌دانند. فواد نصری گزارش می‌دهد. در پژوهش دیدبان حمایت از رسانه‌های آزاد با 335 خبرنگار در 25 ولایت افغانستان مصاحبه شده است. این پژوهش نشان می‌دهد که تحمیل سانسور بر کار خبرنگاران و رسانه‌ها در 11 ماه کار حکومت وحدت ملی بیداد می‌کند. دیدبان حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان می‌گوید که 72% خبرنگاران مصاحبه شونده تحمیل سانسور بر کارشان را جدی دانسته که بیشترین سانسور در کابل بوده است. بر اساس این تحقیق 48% سانسور از سوی حکومت، 46% از سوی زورمندان محلی، 40% از سوی مدیران رسانه ها به ویژه مدیران خبر تحمیل شده و طالبان و حراس افغانان در رده چهارم قرار دارند. یک دید استخباراتی برای آزادی بیان و آزادی رسانه ها دارند که من فکر میکنم چهره های بسیار مشخص و اندک در درون نظام افغانستان هستند که به این دید به مسئله نگاه میکنند. شورای امنیت ملی افغانستان متاسفانه یکی از این نهادها است که در این زمینه نقش بسیار عمده داشته که هم سانسور به وجود بیاید. بر بنیاد این پژوهش حکومت تلاش دارد مانع پخش خبرهای امنیتی و نظامی شود. زورمندان محلی نیز مانع بازتاب نتیجه کارشان در رسانه ها گردیده و طالبان خواستار سانسور بر ارائه آمار کشته شدگان جنگجویان این گروه از سوی نظامیان افغان بر رسانه ها هستند. این دیدبان همچنان فرار دستجمعی 23 تصویر بردار رسانه ها در 24 ساعت گذشته از ولایت کابل را تکان دهنده می داند. نبودن ضمانت یا تأمین امنیت جانیشان به عنوان خبرنگار، نبود تضمین ادامه شغلشان، خودسانسوری در درون سازمان رسانه و همچنان ترس از بیکاری و مشکل آینده خانوادهشان موارد بوده که باعث شده در 24 ساعت گذشته 23 کارمند رسانه‌ای ما تنها از کابل فرار کنند. افغانستان از کشورهای خطرناک برای کار خبرنگاری است. تنها در سال 2014 میلادی که خونین ترین سال برای خبرنگاران بود 8 خبرنگار کشته شدند و شمار دیگر با خشونت‌های زیاد روبرو بودند. بیننده خبرهای خارجی هم پس از وقفه کوتاه باشید. بال هم چند خبر کوتاه از جهان. در اثر یک انفجار در ایستگاه بس در ایالت پنجاب پاکستان 10 تن جان باخته و 40 تن دیگر زخم برداشتند. مقام های امنیتی پاکستان گفتند این انفجار زمانی رخ داده است که یک موترسایکل با یک ریکشا که در ایستگاه بس متوقف بود برخورد کرد. پلیس پاکستان گفته است احتمال می رود که یکی از این دوازده مواد منفجره را انتقال می داده است.
سازمان ملل متحد اعلام کرده است که کشورهای اروپایی هر چه زودتر باید برای بحران پناهجویی در اتحادیه اروپا دست به کار شوند و راه حل منصفانه در این مورد روی دست گیرند. کشورهای اروپایی بنابی خود برای ممانعت از ورود پناهجویان به کشورشان اقدامات شخصی از جمله بستن مرزهایشان وضع کردند. گفته شده است که شمار زیادی از پناهجویان برای اینکه به آلمان برسند در کشورهای یونان و مجارستان ثبت نام نمی کنند. مقام های امنیتی مصر گفتند که به اثر اشتباه نیروهای مرزی این کشور 12 تن به شمول چند گردشگر مکزیکویی کشته شدند. وزارت داخلی مصر اعلام کرده است که در این تیراندازی 10 تن دیگر نیز زخم برداشتند. این وزارت در بیانیه افزوده است که گردشگران با 4 موتر در حال سفر بودند که وارد یک منطقه ممنوعه در ناحیه الواحات در صحرای غربی شدند و هدف تیراندازی قرار گرفتند. رویدادهای اقتصادی هم پس از وقفه کوتاه.